دوستان درود به همگی. چند تا از سوالایی که خیلی ازم پرسیده بودین زیر ویدیو کامنت گذاشته بودین رو یادداشت کردم که توی این ویدیو راجبش صحبت کنم و بهتون بیشتر توضیح بدم. یکی از سوالایی که خیلی ازم پرسیده بودین، پایین اگه نگاه میکنم واسه اینکه سوالا رو نوشتم و یک چند تا نکته نوشتم میخوام یادم نره. یکی از سوالایی که خیلی ازم پرسیده بودین اینه که حقوق چقدر هستش. دوستان این سوال یه سوال خیلی خصوصی هستش توی امریکا و یه جورایی مؤدبانه نیست وقتی این سوال از کسی توی امریکا میپرسی، نمیپرسن این سوال از کسی. و اینکه خب من متاسفانه نمیتونم بهتون بگم حقوقم چقدر هستش، ولی خب بهتون توی ویدیو یاد دادم که چجوری میتونین رنج دستمزد برای یا حقوق برای هر رشته یا هر کاری رو توی امریکا خیلی راحت پیدا کنین. ویدیوش توی کانالم هستش، میتونین اون ویدیو رو ببینین و خودتون میتونین متوجه بشین که رنج حقوقی که من میگیرم یا هر رشته کاری دیگه میگیره چقدر هستش. سوال دیگه که خیلی پرسیده بوده این هستش که آیا تو امریکا میشه پلیس شد، میشه به ارتش پیوست یا نه؟ بله میشه، اگر شما حداقل گرین کارت داشته باشین میتونین پلیس بشین و میتونین وارد ارتش بشین. برای اینکه پلیس بشین شما بستگی داره کدوم شهر زندگی میکنین یا کدوم شهر میخواین کار کنین به عنوان پلیس. مثلا ما پلیس لس آنجلس داریم، پلیس بورلی هیلز داریم. شما توی وبسایتشون میرین اون مشخصات ریکوایرمنتاشو نگاه میکنین، فرمشو پر میکنین، برای مصاحبه میرین. کار زیاد سختی نیستش، ریکوایرمنت های خیلی سختی هم نداره. بعد برای ارتش هم همینطور هستش. برای ارتش اینا یه سری آفیسا یا دفترهای مخصوص خودشون رو دارن تو سطح شهر که آنلاین میشه پیدا کرد همه اینا رو، خیلی راحت و سرراسته و شما مراجعه میکنین اونجا، همه کار خودشون براتون انجام میدن، یعنی از A تا Z، از صفر تا صد کارو همه چیو براتون انجام میدن. فقط شما باید مدارک مورد نیاز رو با خودتون ببرین و اینکه قبلش میتونید توی اینترنت نگاه کنین ببینید ریکوایرمنتاش چیا هستش، شرایطش چی هستش. اگر حالا از نظر سلامتی و چیزای دیگه واجد و شرایط میشین میتونین به اون دفترهای ارتش مراجعه کنین و خودشون همه کار رو براتون انجام میدن و شما راحت میتونین به ارتش ببرین. یه سوال دیگه که خیلی ازم پرسیدین، یعنی خیلی ازم پرسیدین، اینه که ما داریم میایم امریکا کدوم ایالت بریم زندگی کنیم. دوستان واقعا نمیشه گفت، یعنی این سوال سوالی نیستش که من بتونم بهتون دقیقا جواب بدم و بگم این ایالت خوبه بقیه بدن. نه، از هر آدم به هر آدمی فرق میکنه. خصوصیات اخلاقی من با خصوصیات اخلاقی شما فرق میکنه، شرایط زندگی من با شرایط شما فرق میکنه، چیزایی که من دوست دارم با چیزایی که شما دوست دارین فرق میکنه، آب و هوایی که من دوست دارم ممکنه با آب و هوایی که شما دوست دارین فرق بکنه. کلا نمیشه واقعا گفتش که چه ایالتی برای شما خوب هستش. من مجردم، شما ممکنه متأهل باشین، اگه بچه داشته باشین باز ممکنه شرایطتون فرق کنه. اینکه وقتی که میایین امریکا چقدر پول با خودتون میارین میتونه شرایطتون رو تغییر بده. اینکه سیستم کارتون چی هستش، تجربتون چی هستش، چه کاری رو میخواین انجام بدین میتونه از یه ایالت به ایالت دیگه متفاوت باشه. برای همین شما همه اینا رو باید در نظر بگیرین. تنها به گفتن من نیستش که بهتون بگم چون من مثلا تو کالیفرنیا اینجا رو دوست دارم یا چون رفتم تگزاس خوب بوده به نظر من، این دوتا ایالت برای شما هم خوب باشن. یا چون اگر برفرض من از یه ایالتی خوشم نیومده، اون ایالت هم میتونه برای شما بد باشه. واقعا اینجوری نیستش. شما باید خودتون ریسرچ های خودتون رو انجام بدین، ویدیوهای مختلف رو نگاه کنین، تجربه های مختلف رو بشنوین، مثل همین تجربه هایی که من از راجب خودم تو ویدیوهای خودم میگم، و همه اونا رو کنار هم بذارین و بتونین تصمیم گیری بکنین. برای اینکه واقعا شرایط یک نفر میتونه کاملا متفاوت باشه با شرایط شما و اینکه خودتون باید سعی کنین ریسرچ های خودتون هم انجام بدین تا مطمئن بشین که چه ایالتی براتون خوب هستش و چه ایالتی براتون خوب نیستش. یه ویدیو درست کرده بودم من چند وقت پیش و توی اون ویدیو فکر میکنم 10 تا از کارهایی که توی امریکا بدون داشتن مدرک تحصیلی شما میتونین انجام بدین و میتونین درآمد خوبی داشته باشین رو توی اون ویدیو معرفی کردم. خیلی ها کامنت گذاشتن، مخصوصا خانوما، که این کارهایی که تو گفتی برای آقایون بود همش، پس ما خانوما چی؟ یه سری از کارام برای ما خانوما بگو. اینجا میخواستم توی ویدیو بهتون بگم که دوستان توی امریکا واقعا خانوم و آقا وجود نداره. وقتی که راجع به کار صحبت میکنین تقریبا تو 99% از کارا واقعا خانوم و آقا نداریم. خانومایی هستن که اینجا توی کانستراکشن کار میکنن، توی خونه سازی، ساختمون سازی،
خانمایی هستن که روی سقف کار میکنن، سقف درست میکنن، دیوار درست میکنن داخل خونه. خانمایی هستن که راننده کامیون هستن. من همکار خانم دارم، خانمایی هستن که مهندسن رو هواپیما کار میکنن. واقعا توی امریکا چیزی به این که شغل برای خانم، شغل برای آقا، همچین چیزی وجود نداره تا 99% شغل ها. و شما اگر طرز فکرتون این هستش که این شغلا برای آقایون هست و یه سری شغلای دیگه بگو که خانما بتونن انجام بدن، واقعیت قضیه بی‌طرف میتونم بهتون بگم که شما از همین الان قبل از اینکه مهاجرت کنین به امریکا سه هیچ عقبین، سه هیچ بازی رو باختین. برای اینکه این نباید طرز فکرتون باشه، این طرز فکر رو اگر دارین از سرتون بندازین بیرون، برای اینکه میتونه جلو موفقیتتون رو بگیره. شما وقتی که مهاجرت میکنین، حالا راجع به امریکا داریم صحبت میکنین، هر کاری رو باید انجام بدین، هر کاری که میتونین، هر کاری که میبینین میتونین انجام بدین تا اینکه بتونین پیشرفت کنین، این کار رو باید انجام بدین. نباید طرز فکرتون این باشه که من خانومم برم مثلا راننده کامیون بشم، یا من خانومم چجوری برم مثلا یاد بگیرم که سقف خونه درست کنم. باید نگاه کنین ببینین علاقتون چی هستش، و اینکه نباید اصلا نگاه کنیم به این که این شغل برای آقایون هستش و ما خانمان نمیتونیم انجام بدیم، چون این جلوی پیشرفتتون رو میگیره اگر همچین طرز فکری داشته باشین. اینجا واقعا همچین چیزی وجود نداره. شغلایی هستن که بیشتر برای خانوما هستن، حالا مثل آرایشگری برفرض، ولی خب خیلی آقایون هستن که دارن تو شغلا کار میکنن و خیلی هم موفق هستن البته. پس این طرز فکری که دارین رو بذارین کنار، برای اینکه میتونه جلوی پیشرفتتون رو بگیره. یکی از سوالای دیگه که خیلی ازم کردین یا کامنت هایی که برام گذاشتین راجع به اومدن غیرقانونی، وارد شدن غیرقانونی به امریکا از طریق مرز مکزیک پرسیده بودین و خواسته بودین که براتون راجع به این مسئله ویدیو درست کنم و راجع بهش اطلاعات بدم. من جواب کامنتاتون رو ندادم و نمیتونم هم راجع به این مسئله ویدیو درست کنم براتون، برای اینکه این کار غیرقانونی هستش و شما از من میخواین که راجع به این مسئله غیرقانونی ویدیو درست کنم و بهتون اطلاعات بدم. متاسفانه، نه اینکه متاسفانه، این کارو نمیتونم انجام بدم و این مسئله رو، این کارم به هیچ کسی پیشنهاد نمیکنم حتی، برای اینکه یک، اینکه گفتم غیرقانونی هستش، و دو اینکه دوستان اخبارهایی که ما میشنویم از شبکه‌های محلی و اخبارهایی که توی خود سوشال میدیا پخش میشه و ما میبینیم اینجا بسیار ناراحت کننده هستش راجع به کسایی که از این مسیر میان تا خودشونو به امریکا برسونن. خیلی ها خب نمیتونن مستقیما ویزای مکزیکو بگیرن و باید از یه کشور دیگه شروع کنن، مثلا برزیل یا کولومبیا یا ونزوئلا مثلا، و خود اون کشورها خودش یه دردسری هستش که بتونین از اونجا رد شین و بخواین وارد مکزیک بشین. اون خودش اصلا یه بحث خطرناک جداگونه ای هستش. شما آدمبر پیدا کنین، قاچاقچی پیدا کنین که چقدر بهش اصلا اطمینان کنین پولتون رو بگیره، همونجا ولتون کنه وسط بر بیابون و جنگلای نمیدونم برزیل و جاهای دیگه، یا اینکه اصلا چه بلایی سرتون بیارن توی این مسیری که میخواین بیاین. حالا بگیم شما اصلا از برزیل و کولومبیا و ونزوئلا تونستین به سلامت عبور کنین از وسط اون همه، میدونین واقعا اون کشورها چقدر از نظر جرم و جنایت و دزدی بالاست و خطرناک هستش، و شما حالا وارد مکزیک بشین. توی مکزیک که وارد میشین، غیر قانونی وارد مکزیک میشین، شما ویزای مکزیک رو که نداشتین که، شما رو از مرز رد کردن. پلیس مکزیک مثل بقیه پلیسای کشور آمریکای جنوبی بسیار فاسد هستش، و شما وقتی وارد میشین اگه جلوتون رو بگیرن شما غیر قانونی اونجا باشین، خیلی میتونه براتون دردسرساز باشه و میتونین همه چیتون رو از دست بدین. میتونن هر کاری که میخوان باهاتون انجام بدن. حالا شما دوباره باید آدم بر قاچاقچی پیدا کنین که شما رو رد کنه تا مرز امریکا بخواد بیاره. از این مسیر که شما رد میشین، فکر نکنین که واقعا از نقطه یک تا مرز امریکا یه مسیر خیلی قشنگ جنگلی هست. شما قدم میزنین، صدای پرنده و گنجیش میشنوین، خیلی رمانتیک میرسین تا مرز امریکا. همچین خبرایی نیستش. از وسط مکزیک به سمت بالا، به سمت مرز امریکا که بخواین بیاین، اونجا شروع میشه ایالتهایی که کارتلا توش هستن، یعنی ایالتهای خطرناک، از اونجا شروع میشه و شما باید از اونجاها رد بشین. خیلی اتفاقای بدی میفته، اخبارش میاد، ما میشنویم، خیلی جونشون رو تو این راه دست میدن. خیلی خطرناک هستش برای
خانوم ها برای بچه ها متاسفانه تعداد خیلی زیادی از خانوم ها بهشون تجاوز میشه توی این مسیر. خیلی از بچه های زیر سن، دختر چه پسر، بهشون تجاوز میشه توی این مسیر. خیلی ها جونشون رو از دست میدن، خیلی ها دزدیده میشن، خانوم ها و مخصوصا بچه ها. بچه ها دزدیده میشن، میدنشون به کارتلا و اونا هم میفروشنشون به این باندای کسایی که از بچه ها سوء استفاده های جنسی میکنن. و خیلی ها دزدیده میشن و به خاطر اعضای بدنشون و جونشون رو از دست میدن. خیلی کار خطرناکی هستش و میگم اخبارش میاد، ما اینجا میشنویم و من به کسی پیشنهاد نمی کنم این کار رو انجام بده. حالا شما به مرز مکزیک هم برسین، استثناء همیشه وجود داره، ولی واقعا به خاطر چند تا استثناء نمیشه حقیقتا رو پنهان کرد و از خطراتی که این کار میتونه داشته باشه آدم چشم پوشی کنه. و شما هم حالا بگیم مثلا رسیدین، تونستین مرز رو رد کنین، بعدش غیرقانونی وارد امریکا بشین، حالا اون یه قوز بالا قوزی هستش و اونجا چه اتفاقایی براتون بخواد بیفته. کلا یه کار خیلی خطرناکی هستش، من به هیچ کسی پیشنهاد نمی کنم، هیچ جای دنیا اصلا پیشنهاد نمی کنم هیچ کسی هیچ کار غیرقانونی انجام بده، حالا تو هر کشوری که هستی، چه برسه به این کار. و پس نمیتونم براتون ویدیو درست کنم راجع به این مسئله و این کار رو هم به هیچ کسی پیشنهاد نمی کنم. خب رفقا، این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم که تونسته بودم به یه سری از سوالاتتون جواب داده باشم. حالا اگر سوالات دیگه دارین بازم برام کامنت بذارین زیر ویدیوها و حتما سعی میکنم که به سوالاتتون همونجا زیر کامنت ها جواب بدم. و اگر نیاز به یه ویدیو جدید داری سعی میکنم که ویدیو درست کنم و توی اون ویدیو به سوالاتتون جواب بدم. لطفا شیر و کامنت و لایک و سابسکرایب و اینجور چیزا دیگه فراموشتون نشه. مرسی که با من بودین، تا ویدیو بعدی.